به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. خالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی امنیه غزنی، میگوید که 3 عضوی خانواده شامل مادر با 2 دخترش در نتیجه بخار زغال سنگ در ساحه قلعه قدم از مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر غزنی جان باختند. این رویداد یکشنبه 6 قوز در ساحه یاد شده شهر غزنی رخ داده است. گفتنی است که در فصل سرما بیشتر شهروندان برای گرم کردن خانه هایشان از گاز و از زغال سنگ استفاده می کنند که گاه گاه سبب گرفتن جانشان می شود. رادیو صدای شریعت طالبان در لغمان فعال شد. رسانه های نزدیک به طالبان روز دوشنبه 7 قوس از راه اندازی رادیو صدای شریعت در ولایت لغمان خبر دادند. طالبان در حالی از راه اندازی رادیو صدای شریعت خبر می دهند که این گروه هر روز محدودیت های تازه تری را بر رسانه ها وضع می کنند. متقاضیان خواهان از سرگیری روند توزیع گذرنامه. سلام وطندار می نگارد. نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت و سلام وطندار، می گوید که کار روی مشکلات فنی جریان دارد و با حل آن روند توزیع گذرنامه در کشور از سر گرفته می شود. او می افزاید در قسمت آغاز دوباره توزیع پاسپورت ریاست پاسپورت کدام تصمیمی نگرفته است، اما کار تیم فنی جریان دارد و با حل مشکلات فنی توزیع پاسپورت دوباره آغاز خواهد شد. با توقف روند گذرنامه شماری از شهروندان به این باورند که کتابچه های گذرنامه تمام شده است و به همین دلیل دیگر گذرنامه توزیع نمی شود. سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت اما کمبود کتابچه های گذرنامه در این ریاست را رد می کند و همچنان از انتقال 3 میلیون جلد کتابچه تازه به کشور خبر می دهد. با این همه متقاضیان گذرنامه خواهان از سرگیری روند توزیع آن در کشورند. فهیم الله و رحیم عظیمی، دو تن از متقاضیان گذرنامه و سلام وطندار، می گویند که ماها پیش برای دریافت گذرنامه ثبت نام کرده بودند اما تاکنون موفق به دریافت آن نشدند. فهیم الله می افزاید بعض چانس ها و بورسیه ها بود از او به عقب مانده. متاسفانه از لحاظ نداشتن پاسپورت خیلی متضرر شده، یعنی برای ما پاسپورت خیلی ضرور بود. رحیم عظیمی نیز می افزاید مدت 5 ماه می شود که ثبت نام کردم اما از پاسپورت ما هیچ خبری نیست و این روند بر روی ما بسته شده است و مشکلات زیادی داریم. این مشکلات را تنها ما نداریم، عموم مردم دارند. باید هر چه زودتر برای مردم باز شود. یک دختر جوان در شهر مزار شریف کشته شد. منابع در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می گویند که یک دختر جوان در ناحیه نومین شهر توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. به گفته منابع، این دختر حبیبه رحیمی نام داشت و روز دوشنبه در ساحه نوآباد شهر مزار شریف کشته شده است. یک منبع صحیح از شفاخانه ابوعلی سینای بلخی می گوید جسد این دختر که گلوله به سر آن اصابت کرده به شفاخانه منتقل شده است. تاکنون انگیزه قتل این دختر جوان روشن نیست. اعضای خانواده او و مسئولان امنیتی طالبان در بلخ در این زمینه اظهار نظر نکردند. و در پایان، مختار وفایی، خبرنگار اندپندنت فارسی، روی برگه فیسبوکش نگاشته است. احسان روشن، برادر نبی روشن، کمدین و از چهره های تاثیرگذار فضای مجازی، شب گذشته در ناحیه هفتم شهر مزار شریف به قتل رسیده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.